سلام به همه دیگه. من امروز بعد از یک سال از فارغ التحصیلی رسمی دکترا، یعنی وقتی که دکترامو دفاع کردم تو دانشگاه پلی تکنیک مونترال میگذره، امروز مراسم فارغ التحصیلی مونه، یعنی لباس فارغ التحصیلی میپوشیم و میریم با مدیر دانشگاه دست میدیم و عکس میگیریم و همه خوشحالی میکنن. میخوام خیلی سریع مراسمشو بهتون نشون بدم، بعدش یکم در مورد دکترا اگه شد با هم دیگه صحبت کنیم. بریم ببینیم چه شکلیه. خب اینجا دیگه همه ی دانشجوهای همه مقاطع اومدن، از کارشناسی تا ارشد تا دکترا واستادن اینجا تو صف که برن کارتاشون رو بگیرن، بعد برن لباس رو بپوشن و آماده شن که برن روی صحنه با مدیر دانشگاه دست بدن و اون معروف رسمن فارغ التحصیل شن. خب ما اونجا با کارت دانشجویی مون این کارت رو گرفتیم و حالا میریم طبقه بالا لباسامون رو تحویل بگیریم. این شالا برای بچه های مستره، اونا برای بچه های دکترا، پشمکی ها. من این کلام هم گرفتم، خیلی کلاه جالبیه واقعا. یه چیزی که نمیدونستم اینه که بچه های دکترا اینو میذارن سمت چپ. حالا شما سمت راست میبینیدش، احتمال ولی برای من سمت چپه. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est un honneur et un réel plaisir pour moi d'animer à nouveau cette cérémonie si importante pour notre institution qui célèbre les finissantes et finissants de la 148e promotion. Je vous invite à bien vouloir vous lever pour accueillir notre cortège d'honneur. Maude Cohen, directrice générale de Polytechnique Montréal. Accueillons chaleureusement ces personnes pour qui nous sommes ici aujourd'hui et dont nous sommes si fiers, les finissantes et finissants de Polytechnique Montréal. Chers finissants et chères finissantes, bienvenue à la collation des grades de Polytechnique Montréal. Et à M. Pierre Langlois, directeur des affaires académiques et de l'expérience étudiante, de se positionner pour accueillir nos diplômés. Doctorat en génie civil, Faiza Absalan. Yasser Razouli. Abbas Sheikh Mohamed Zadeh. Assad Yar Ahmadi. Leila Marfoud. Doctorat en génie électrique. Amir Hossein Askarian. Mozaffar Etzadifar. Marina Gasparini Pino. Seyed Ali Reza Rafari. Ahmed Hojatian. Nous poursuivons avec les diplômés du deuxième cycle. Edia Keshavaz Mohamadian. Elnaz Morsenin. Nika Sarabi. Arvin Yazdani. Riel Mostafa Aboulfazli. Kelar Nekouzad. Chers amis diplômés, nous vous invitons maintenant à vous lever pour le moment tant attendu du lancer du mortier.
Est-ce que vous êtes prêts? À la fin du décompte. 5, 4, 3, 2, 1. مراسمشون تموم شد بالاخره. 3.5 ساعت بکنم بچه های دکترها شروع کردن، بعدش بچه های ارشد، بعدش تمام بچه های فارغ التحصیل کارشناسی، یعنی 600,000 نفر بودن. خب مراسم اون روز دیگه تموم شد، دیگه داشتن سالن رو میبستن، منم خیلی خسته بودم، دیگه نشد ویدیو رو تموم کنم اونجا، اومدم خونه. روز بعدش براتون این ویدیو رو الان دارم میگیرم. به ما آخر مراسم دیگه این کلامونو دادن با این بیلبیلک سبز و قرمزش که معمولاً یا حالا کل کلا رو قاب میکنن یا فقط این بیلبیلک رو. بعد توش هم یه جایی داره که دیگه اسم و تاریخ فارغ التحصیلی تو اینا رو مینویسی، امضا میکنی، یادگاری نگه میداری واسه خودت که ببینی چه زمانی فارغ التحصیل شدی. این رودوشی هم که تو فیلم دیدین انداخته بودیم، اینو هم به ما دادن که رنگ فارغ التحصیلی دانشگاه ما همین سبز و قرمزه که میبینید. حالا بعضی دانشگاه اینجوری میندازن، حالا مال ما این مدلی بود. اینا چیزاییه که به عنوان یادگاری دادن، نگه داریم. اما خب مهمتر از یادگاری و این حرفا مدرکی بود که فکر کنم قبلا دیدین توی این ویدیوهای من، این مدرک دکترا که یه دونه به قول معروف سیل طلایی هم دانشگاه ما میزنه. خیلی از دانشگاه‌ها رنگشو طلایی میزنه، مثلا من اینور بیام که نورش بهتر شه. خیلی از دانشگاه‌ها این سیلی که پایین مدرک میزنن برای مدرک دکترا طلاییه، برای بچه‌های ارشد آبیه و رده‌های پایین‌تر فکر کنم قرمز میشه دیگه. اونایی که سرتیفیکیتن یا بچلر باشن فکر کنم اینو قرمز میزنن. و حالا برای بعضی بچه‌ها که در مورد دانشگاه ما یه ذره تحقیق کردن شاید جالب باشه، اسمی که بالای مدرک دانشگاه ما میزنه دانشگاه مونتراله، بعد اون پایین اکول پلی‌تکنیک که نوشته مثل اینه که اکول پلی‌تکنیک این در واقع مدرسه پلی‌تکنیک میشه دانشکده فنی این دانشگاه، انگار مثل دانشگاه تهرانه که یه پردیس فنی داشت، نمیدونم پزشکی داشت، همه چی داشت. این هم تحت عنوان دانشگاه مونترال مدرک تو میدن، ولی زیرش پلی‌تکنیک رو میزنن که مشخص شمال اون اسکول فنیش هستی. این قابای دیگه ای هم که احتمالاً توی ویدیو دیدین، این قاب پایینی برای کارشناسی منه، برق شریف، ورودی 87. این بالایی هم که اینجا میبینید، یا اول پس نیفته، این بالایی هم که میبینید این کارشناسی ارشدمه، برق امیرکبیر سال 92. این در واقع واسه من از همه پرچالشتر و سختتر بود دکترای گرفتنش، ولی این شریفه که این پایین هم گذاشتمش سنگ بنای همه این، حالا اسمشو بذاریم دستاورد، مراحل بعدی که من تو زندگی رفتم، به خاطر اینکه این خیلی کمکم کرد توی خیلی چیزا، کار گرفتن، ارتباط گرفتن با آدما، نتورک زدن، اسم و اعتباری که آورد، اونم نه به خاطر ساختمون دانشگاه و امکانات و نمیدونم اساتیدش و این صحبت ها، به خاطر بچه هایی که توی اون دانشگاه بودن. الان هم اون بچه ها هر کدوم یه گوشه دنیا دارن تو بهترین شرکت های دنیا کار میکنن. واسه همین این واسه من از همه این مدارک مهمتره، این پایین گذاشتمش. این سختره، اون امیرکبیرم هستش حالا اونجا واسه خودش، حالا خیلی حالا بچه‌ای که امیرکبیرن بر نخوره بهشون، ولی خیلی حالا دوستش هم خیلی ندارم، یعنی دوستش ندارم که خیلی کار خاصی واسه هم نکرده. خلاصه در مجموع فقط شما ببینید که ما چقدر عمرمونو گذاشتیم پای درس. 5 سال 4 سال 2.5 سال میکنه 11.5 سال، به علاوه اون 12 سال دبستان تا پیش دانشگاهیمون هم بگیریم جمعش کنیم میشه 23.5 سال از زندگیمون رو گذاشتیم. چقدر مثلا سنمون 34 سال الان شده تازه. اینا رو نشون ندادم که بگم به به من چقدر مدرک دارم، اینا رو واسه تون الان اینجا آوردم، برای مخصوصا برای اون بچه هایی که دارن درس میخونن، مخصوصا اونایی که اومدن خارج کشور با هزار سختی و هزینه دارن درس میخونن، چه دکترا، چه ارشد، چه هر چیزی. به خاطر اینکه این روزا خیلی تو فضای مجازی یوتیوب، اینستاگرام میبینید ملت ویدیو میدن که نه درس خوندن ارزش نداره، نمیدونم، مخصوصا تو کانادا این چیزا خیلی زیاده، نمیدونم بریم ریال استیت ایجنت شیم، بریم لوله کش شیم، بریم بنا شیم، برقکار شیم، آرایشگر شیم، خیلی پولش خوبه، خیلی فلانه، همه این شغلا محترم. اما میخوام بهتون بگم
این مسیر هم به نون و آب خوب میرسه، به درآمد خیلی خوب میرسه، عزت و احترام خیلی بالا خواهید داشت، با آدم های خیلی بزرگ نشست و برخاست خواهید کرد، به اونا متصل میشید. خیلی به این صحبت هایی که سعی میکنن درس خوندن رو بی ارزش جلوه بدن یا بکوبن بزنن تو سرش توجه نکنید. اگه وارد این مسیر درس خوندن و آکادمیک و کار حرفه‌ای شدین، کار علمی شدین، با قدرت پیش برین. بهتون قول میدم به بهترین نتایج میرسین. اثباتش رو هم بچه های همین دانشگاه به من نشون دادن که تمامشون توی بهترین شرکت های دنیا الان دارن کار میکنن. ما هم حالا پشت دستمونه واسطادیم، به یه جاهایی حالا داریم سعی میکنیم تو زندگی برسیم. حالا تا تو ویدیو این عکس من رو با این لباس فارغ التحصیل دیدین، بذارین عکس لباس فارغ التحصیلی دوران شریف هم نشونتون بدم. این لباس رو خودم میبینم خنده میگه، لباس این مثلا گانه یا این عبایی که ما پوشیدیم شبیه پرده دوران مدرسه تو دبستان، اون پرده سبزا بودش، نمیدونم شما هم داشتین یا نه، این واقعا از اون جنس بود، من قشنگ یادم میاد. ولی خب اینجا خدا رو شکر تو دوره دکترا یه ذره با کیفیت تر بود. خلاصه پیر شدیم تا اینا تموم بشه، ولی به نظرم ارزشش داشت، واسه من خوب بود. ایشالله واسه همه بچه‌هایی که توی ویدیو بودن یا حالا هر جا دارن درسشون رو میخونن، امسال، سال بعد، 100 سال دیگه فارغ التحصیل میشن، ارزشش رو داشته باشه و نتیجهش رو ببینن. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدین. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشین. مخلصم، خدافظ.